خب دانشجوهای عزیز، میخواهیم به شما هرچند قبلا هم نشون دادیم رنگی کردن و ضخیم کردن خط که از راه بسیار ساده انجام میشه، ولی در اینجا خود سالیدورگ یه تو دراینگ ما میتونیم به شما نشون میدیم که تو محیط دراینگ یعنی دو بعدی هم میتونیم حاشور زدن و رنگی کردن و ضخیم کردن خطوط رو به کمک لایه ها برای شما انجام بدیم. اصولا یه نقشه بسیار پیشرفته رو میخوایم دو بعدی بکشیم، معمولا توی دراینگ این کار رو میکنیم که هم قدرت رنگی کردن و حاشور زدن و رنگی کردن صفحات رو بتونیم به کمک دراینگ انجام بدیم. حالا ما تو محیط سبودی هستیم، برای رفتن توی دراینگ کاملا میریم روی دراینگ. اینجا ببینید دراینگ تایید شده، اوکیش میکنیم. خب حالا این خارج میشیم. در اینجا همجوری که میبینین ما فرمت لایر رو انتخاب کردیم و لاین فرمات رو فرض کنین اینو نباشه. برای این کار از روی این یک کلیک راست میکنیم، اینجا که میبینین لایر رو انتخاب میکنیم، دوره یک کلیک راست میکنیم، لاین فرمات هم در اینجا انتخاب میکنیم. خب برای این کار، برای این نقشه کشیدن باید حتما لایه ها رو دونه دونه تعریف کنیم. مثلا اینجوری که میبینین در اینجا همجوری که میبینین سیاه انتخاب شده، تایید. در اینجا میتونیم لاین استایل هر خطی رو انتخاب کنیم، مثلا خطچین رو انتخاب کنیم. خطچین که انتخاب شد، در اینجا ضخامت 35 رو انتخاب میکنیم. خب دوره میریم یه خط دیگه، در اینجا رنگ و قرمز انتخاب میکنیم. خب در اینجا اوکیش میکنیم. در اینجا که میبینیم در اینجا میتونیم روی این بزنیم، عملا اسمشو تغییر بدیم، نیازی نیست. برای همون میریم روی خط استایل، همون استایل و رنگ کانتینیوسش انتخاب میکنیم. در اینجا همون 18-3 انتخاب میکنیم. دوره میره بعدی لایر 2، در اینجا رنگ قهوه‌ای رو انتخاب میکنیم. خب تایید، باز همون خط رو در اینجا 18-3 انتخاب میکنیم. دوره میریم بعدی، رنگ بعدی زرد رو انتخاب میکنیم. تایید، دوره همون خط رو کاملا همون خطوط رو انتخاب میکنیم. میریم روی خط این رنگی آبیش رو انتخاب میکنیم. روی خط این رو مثلا 1 میلیمتر انتخاب میکنیم، اوکیش میکنیم. خب این 4 تا خط کافیه، یعنی هر وقت بدونیم کدوم رنگه، رنگ لایر 4 آبی رنگه، مثلا فرمات رنگ خطچین باید باشه با این ضخامت. خب اوکیش میکنیم، میریم تو اسکیچ هست. حالا یک خط کاملا سلکت میکنیم، میبینیم کاملا این کامل شده. خب حالا میریم روی خط دوباره یه خط اینجوری انتخاب میکنیم، میبینیم این خود این خط را انتخاب میکنه. حالا میریم روی لایر 4، ببینیم لایر 4 3 چیه، 3 زرد رنگ اوکیش میکنیم. خب دوباره خب رنگ ما اینو متاسفانه لایر 4 که انتخاب شد ما تغییرش ندادیم. اینجا لایر 3 هست، لایر 3 اوکی. اینجا باید لایر 3 رو انتخاب کنم. وقتی انتخاب کردم تایید که شد، دوباره یه خط دیگه ببینید زرد رنگ شد. خب حالا دوباره باز اوکیش میکنم. خب این لایر 4 بوده، چرا؟ به خاطر اینکه قبلا ما انتخاب کرده بودیم. حالا لایر 1 انتخاب میکنیم، لایر 1 قرمز رنگ تایید شده. خب این لایر 1ه. خب باید دوره یه مربع این شکلی به این صورت
انتخاب میکنیم سلکت. خب قرمز رنگ دوباره اینو به اینجا به اینجا انتخاب میکنیم سلکت. خب بس ببینید خطوط ها رو کاملا ما اینجا انتخاب کردیم. خب بازم من میتونم اینجا وسط اینو بگیرم بیارم اینجا اینو به این صورت انتخاب کنم، دوباره یه خط دیگه چون رو اینجا بذارم قرمز رنگ بیارم اینجا، میبینید که کاملا این انتخاب شده. مثلا یک دا بیزی رو انتخاب میکنم. خب کاملا انتخاب شده به این صورت. میبینیم که برای همه این کارها رو ما میتونیم با لایرها که اینجا تعریف شده رو ما بتونیم همه رو انجام بدیم. خب برای همین میخوایم قسمت را هاشور بزنیم. خب اولین کاری که باید بکنیم باید بریم توی آپشن. آپشن که رفتیم هچ اینجا ببینید اینجا خطوط موازی رو باید انتخاب کنیم، یعنی بریم اینجا انواع آجرها چیزهای دیگه داره اینجا معمولا خطوطهای پارالاین موازی اینا پارالاین هست، این پارالاین انتخاب میکنیم که این پارالاین اینجوری انتخاب شد. حالا اینو ما میتونیم 45 درجه بذاریم که قانون آشور اوکی. ببینید قانون آشور به ما میگه که دوباره میریم تو آپشن، قانون آشور به ما میگه که باید خطوط موازی هم و 45 درجه باشه. البته اسکلی که اینجا گذاشته میتونیم ما کم زیاد کنیم فاصله این خطوط موازی انجام میشه. وقتی این کار رو انجام دادیم میریم رو انونیشن. انونیشن رفته این هچ رو فعال میکنیم. خب معلومه لایر یک قرمز رنگ بوده، ببینید این لایر یک قرمز رنگه. خب به ما داره هاشور رو چیکار میکنه؟ بریم تو هاشور قرمز رنگ نمایش میده. خب حالا من هر جا رو حساس کنم اینا هاشور. خب این تایید کی شده اینجا که تایید میشه ببینید تایید به این صورت حالا قرمز شد اینجا. حالا دوباره من هاشور رو میزنم، در اینجا میخوام یه هاشوری دیگه بزنم ولی با لایر چی؟ با لایر دو، یعنی لایر دو چه رنگی بوده ببینیم. لایر دو قرمز رنگ، حالا ما با لایر چهار انتخاب لایر بله لایر قهوه‌ای رو انتخاب میکنیم اوکی میکنیم اینو اوکی که کردیم لایر دو. خب از این لایر دو رو انتخاب میکنیم. حالا میریم دوباره هچ. خب هچ میبینی همون قهوه‌ای رنگه ولی اینجا ما میتونیم عملا این رو 25 صدم انتخاب کنیم. خب اینو انتخاب میکنیم 25 صدم لایر دو به این صورت انتخاب شده. میتونیم عملا اینو تاییدش کنیم، میبینید قوی رنگ. حالا ما میخوایم یه هاشور رو اینجوری بزنیم بهش. خب این به این صورت که هست میبینیم که میتونیم اینجا که به این صورت که شده میتونیم عملا داویار رو تغییر بدیم. ببینید اینا اینجا به این صورت حالا 25 صدم انتخاب میکنیم تایید که شد. میبینین هاشور همون رنگ به این صورته. خب پس ببینین هاشورها رو کاملا شما نمایش دادیم و حالا میخواییم رنگیش کنیم. فرض کنین اینجا رو میخواییم رنگیش این قسمت رو رنگی کنیم قرمز رنگ این رنگ آبی. خب میریم اینجا تنها چیزی که میتونیم بگیم سالیده. خب چرا اینجا ببینید این رنگ به این صورت هست؟ خب بس بنابراین میریم رو هاشور سالید رو انتخاب میکنیم و اینو به این صورت انتخاب میکنیم. میبینیم که همون رنگ شده. حالا دوباره میریم روی لایر کدوم لایر؟ لایر زرد رنگ که همون لایر 3 هست. اوکی تایید. خب حالا رو هچ میریم رو دوباره سالید ولی لایر دو رو اینجا نگاه کنید. اینجا لایر دو رو
ما باید لایر دو، ما میخواییم لایر چی باشه؟ لایر یک سه باشه. خب لایر سه رو انتخاب میکنیم، دوباره میریم رو این لایر سه، این لایر سه باید باشه. ببینید لایر سه باید باشه، در اینجا هم باید لایر سه رو انتخاب کنیم، تایید میشه. خب حالا رو هچ همجوری که میبینین لایر سه هست، انتخاب شده. ببینید زرد رنگ سالیدش میکنیم، حالا اینجا تایید، ببینید زرد رنگ شده. حالا ما میخوایم اینجا رو هاشور چی بزنیم؟ آبی بزنیم، لایر چهار. اوکی. خب حالا دوباره میریم رو هاش، اینجا رو به این صورت سالید رو میزنیم. اینجا که لایر چی بود؟ لایر چهار بوده. اوکی. خب حالا دوباره هچ میریم، لایر چهار، حالا اینجا رو انتخاب میکنیم. هاشور، چرا؟ برای اینکه هاشور میخواستیم بزنیم، یا اینو میتونیم خارجش کنیم، یعنی میتونیم اینو دلیتش کنیم. دوباره بریم روی سالید لایر دو، ببینیم لایر دو آبی رنگ، لایر چهار رو انتخاب میکنیم که آبی رنگه. خب حالا دوباره هچ، این سالید لایر چهار رو انتخاب میکنیم، اینجا هم لایر چهار باید انتخاب بشه. خب این که سالیدن اینجا هست، تایید، این آبی رنگ خواهد بود. به همین ترتیب ما میتونیم اینجا رو سالید بزنیم، سالید لایر چهار، این تاییده. پس دانشجوهای عزیز، همجوری که مشاهده میکنیم، ما با کمک لایه ها میتونیم خیلی هاشور، نقشه ها را خیلی خوب هاشور بزنیم. حتی هم شده اینجوری خواستیم با کمک همون لایه ها رنگیش کنیم و حتی خطوط ضخامت، زخیم کردن خطوط رو، همینجوری که اینجا مشاهده میکنیم، اینجا مشاهده میکنیم، با کمک لایه ها انجام بدیم.